به نام خدا به برنامه های شبکه پیوند نگاه می کردم که کارگردان برنامه در واقع پروموشن و لوگوی برنامه آقای دکتر استنزای رو نشان می داد. یاد چند بیننده افتادم که اعتراض می کردن که چرا شما در یک تلویزیون اسلامی علامت دین یهود و دین نصارا رو نشان می دهید. خواستم عرض کنم که من به عنوان یک مسلمان دین اصیل مسیحیت و دین اصیل حضرت موسی رو که وابسته به دین اصیل حضرت ابراهیم میدانم دین خودم تلقی میکنم و اینها نشانه های اون باورهای اصیل هست، باور حضرت موسی، باور به حضرت عیسی و باور به رسول اکرم و باور به ابراهیم بزرگ. ما هیچ نوع اختلاف و هیچ نوع جدایی از برادران موحد خودمون نداریم، اما افراد خطاکار در هر دین و آیینی که باشند و به هر خدعه‌ای که دستاویزی کنند محکوم خواهند بود. به نظر من تقدیر من یک یهودی خائن و سرکش و متجاوز به حقوق بشر همانقدر منفور جامعه باید باشه و همانقدر بایستی که مورد تنبیه قرار بگیره، به شدت، که یک مسلمان داعشی یا داعش مسلمان نما باید مورد تنبیه و رسوایی قرار بگیره. پوشش دین و حجاب دین نباید برای افراد تأمین امنیت کنه، یعنی یک کسی بگوید که من یهودی هستم و تابع حضرت موسی هستم و بعد همه کارهایی که میکنه در دشمنی با حضرت موسی باشه، یا یک مسیحی بگوید من پیرو به حضرت مسیح هستم و دین من دین آمرزش و دین آموزش است، و بعد میبینیم که اعمالی که انجام میدهد نه در او آمرزشی وجود دارد نه رحم و مروتی و بزرگترین جنایات دنیا را انجام میدهد، منتها حجاب مسیحیت به سر کشیده و میگوید توهین به من توهین به مسیحیت است، یا توهین به من توهین به حضرت موسی است، یا توهین به من توهین به حضرت محمد است. چنین نیست. باید داعش مورد محاکمه قرار بگیرد، باید یهودی متجاوز مورد تعدی قرار بگیرد و مورد قضاوت قرار بگیرد، همینطور مستعمر استعمارگران مسیحی باید مورد مجازات قرار بگیرند. دین نمیتواند برای کسی حجاب ایجاد بکند، سنگر ایجاد بکند و افراد در سنگر دین فرو بروند و به جان مردم بیفتند. این مال این که پاسخ داده باشیم که ما ترسی از کسی نداریم، اما در این حال دشمنی هم ما با کسی نداریم. اصل دین یهود و اصل دین مسیح و اصل دین ابراهیم دین من است. اون چه که اضافه کردن به این ادیان مربوط به خود اونهاست، همانطور که اصل دین قرآن و اسلام دین من است. اون چه که دیگران می کنند، داعش منظور من این گروه نهایی نیست، داعش اشاره به یک نام جنریک من می کنم، همه ای کسانی که با اسلام دشمنی می کنند و لباس اسلامی می پوشند. ما جز به اونها نیستیم و بدون اینکه توجه کنیم و بترسیم با اونها مخالفت میکنیم و اونها رو رسوا میکنیم، همونطور که دروغگویان یهودی و دروغگویان مسیحی رو رسوا میکنیم و اجازه نمیدهیم که در سنگر یهود و در سنگر مسیح و در سنگر محمد بیستند و خلاف ابراهیم و دین ابراهیم عمل کنند. ایراد دیگری که گرفته بودند برای شب گذشته که در برنامه هایی که
از آقای فرامرز فروزنده در برنامه نسیم شمال ایشان ما بازپخشش رو به عهده گرفتیم، گفته بودند که چرا بهشت و جهنم رو به استهزا و مسخره کشیده اید و صحنه های نیمه لخت نشان داده اید. من تصور میکنم که در مقابل کسانی که محافظ اسلام هستند باید ببینید که اونها چه صحنه هایی رو نشان میدهند و چه کارهایی رو انجام میدهند. اما ما تابع قرآن هستیم. قرآن میگوید همه سخنان رو بشنوید و بهترین اونها رو انتخاب کنید و ما دقیقا همین کار رو میکنیم. ما نظریات دشمنان قرآن رو نسبت به قرآن نشان میدیم در این شبکه، اما آیا شبکه های دیگر این قدرت و توان رو دارند که بتوانند دستورات قرآن رو نشان بدهند؟ ما دستورات مخالف قرآن رو نشان میدهیم و قضاوت رو به مردم وامی گذاریم، اما میخواهیم بدانیم کدام یک از این تلویزیون های این شهر قدرت دارند که یک ساعت از برنامه خودشون رو به دروس قرآنی اختصاص بدند، ولی ما یک ساعت از برنامه خودمون رو به دروس ضد قرآنی اختصاص میدیم که مردم بشنوند و در آزادی بیان برای همه مردم قضاوت کنند که چه کسی راست میگوید چه کسی دروغ میگوید. و این کار تا به حال بسیار مفید و مؤثر بوده است و بعد از این نیز ادامه پیدا خواهد کرد. و کسانی که دم از آزادی بیان میزنند امیدوارم که از این شبکه بیاموزند و همینطور که ما برنامه های انتقادی اونها رو به اسلام پخش میکنیم، اونها هم برنامه های اسلامی ما رو اجازه بدهند که یک صدم آنچه که ما از اونها پخش میکنیم اونها از ما پخش کنند و بگذارند که بینندگان اونها هم که بینندگان ما نیستند با قرآن واقعی آشنا بشوند و حق تفکر و قضاوت رو به مردم بدهند و دیکتاتوری رو ترک بکنند و دموکراسی و حکومت قانون و حفظ آزادی بیان رو در همین آمریکا تمرین کنند قبل از اینکه خدایی نکرده پای ایشان به کشور دیگری برسد. باز میگردیم به سوره قدر، سوره 97 قرآن. درباره لیلة القدر سخن میگفتیم از بیان قرآن و گفتیم که لیل به معنای اسرار و به معنای تاریکی در چشم ما، یعنی ما نمیبینیم در اونجا چه میگذرد، و صبح در واقع یا طلوع در واقع زمانی است که چشم ما و ادراک ما میتواند که محصول کارخانه رو ببیند. حافظ به کنایه میگوید که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، یعنی میگوید اون شب رو در اون تاریکی و اینها که میگویند کسی نمیبینه من دیدم، دوش دیدم، همین شب قدر رو میگوید، لیلة القدر رو میگوید، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند و میگوید که دیدم که چه اتفاقی افتاد. گل آدم خاک رو برداشتند، یه خاکی که آدم از اون ساخته میشه، سلسال رو برداشتند و به جای اینکه آب بریزند در اون خاک و تبدیل به گل بکنند که اون گل رو قالب بسازند و از اون قالب انسان بسازند، اون خاک رو با شراب به جای آب آمیختند و یه گلی درست کردند و اون گل سلسال یا گلی که کوزه قالب انسان از اون ساخته میشه از اون ساختند. تا اونجا میگه من دیدم. اما همین حافظ هم نمیداند که شراب رو چگونه میسازند و خاک رو چگونه میسازند. قدر رو دیده، شب قدر او،
لیلة القدر او تبدیل به مطلع شده، تبدیل به طلوع صبح شده و در اونجا دیده است که چطور عناصر هستی با هم ترکیب میشن. میگوید من خلقت انسان رو دیدم، اما باز هم حافظ نمیگوید که من از ماهیت شراب و از ماهیت خاک با اطلاع هستم، فقط میگوید که دیدم که فرشتگان آمدند و این خاک رو با این شراب به هم آمیختند و یک گلی ساختند و از این گل قالب آدم رو به وجود آوردند و اون شراب خدا بوده، اون خاک جسم انسان بوده و جسم انسان رو با روح خدا به هم آمیختند و از اینها انسان رو ساختند. اما حافظ هرگز نمیتواند شراب ساز باشد و هرگز نمیتواند خاک ساز باشد. شب قدر شبی است که در واقع قانون قدر نه برای ساختن انسان فقط، برای ساختن هستی، برای ساختن جهان، برای ساختن عالم ممکنات، اون امر کن، بشو، باش، هستی بخش شو، پوشش هستی بگیر، ظاهر شو، اون امر رو می شود که در شب قدر دید. اما چگونگی تشکیل هستی رو نمی شود دید، یعنی نه حافظ، نه مولوی، نه هیچ عارف دیگری و نه هیچ کجای قرآن نگفته است که شما قادر خواهید بود که تحول عدم به هستی رو شاهد باشید. اما شما مراتب تقدیر، مقدار بخشی، شکل بندی، ماهیت بخشی رو، خاصیت بخشی رو می توانید که محصولش رو ببینید. قدر به قانون خلقت، لیل حجابی است که قانون خلقت در اونجا شکل می گیره و ما با تاریکی که، با حجابی که در اونجا تقدیر انجام میشه، قدرت دیدن نداریم، قدرت ادراک نداریم. ولی وقتی پرده کنار میره و مقدورات، مصنوعات، مخلوقات، مقدورات ظاهر میشن و حاضر میشن، همه اونها رو میشناسیم و خاصیت همه اونها رو میدانیم و اسم همه اونها رو میدانیم. اما اگر به ما بگویند که این جسم به عنوان مثال کلور است، سدیم است، ما تحت هیچ عنوان قادر نخواهیم بود که اتم بسازیم، الکترون بسازیم و هرچه تجزیه کنیم این رو به جزئیات برسیم، نهایتاً به بار الکتریکی، به چارج الکتریکی میرسیم. اون رو ما نمیتوانیم تولید کنیم، اما میتوانیم ترکیب کنیم. شب قدر شب تولید است، شب خلقت است، شب ایجاد است. صبحی که بعد از لیلة القدر مطلع می شود، طلوع می شود، در اونجا ما هستی ها رو می بینیم که لباس هستی پوشیدند. اما وقتی که عدم تبدیل به هستی می شده، که اون در حجاب شب قدر می شده، لیلة القدر می شده، ما اون رو نمی بینیم ولی آثار او رو می بینیم. لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر. با این مختصر توضیحی که دادم، آرزو می کنم کاش حوصله نوشتن داشتم و حوصله شما بیشتر بود، زمان ما بیشتر بود. و این یکی از معضلات و مشکلات بزرگی است که دشمنان و فیلسوف نماها از اون داستانهای بسیار زشت و خدعه انگیزی
می آفرینند. اما گمان می کنم که به قدر کفایت به شما تصدیق داده باشم. لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر دارای خیریتی است به مراتب بیشتر از هزاران ماه، بی انتهاست خیرات شب قدر. در معرفی دومی که از شب قدر می کند، پس یکی از خواص شب قدر این است که در او خیر هست و خیر او هم بی نهایت است، چون عنایت خداست و عنایت خدا هم بی نهایت است. تنزل و ملائکتو، نزول می شوند، نه اینکه نازل می شوند، نه اینکه نزول می کنند، امر به نزول می شوند، یعنی مأموریت نزول پیدا می کنند. خود فرشته یا خود ملائکه این اختیار و این توان رو نداره که مثلا تصمیم بگیری که خب ما فردا میخواییم که نزول کنیم و نزول رو انجام بدیم، دیر شده تا حالا نرفتیم، کم وقت نازل نشدیم، حالا میخواییم که نزولی هم بکنیم، یه گردشی هم بکنیم. همین جمله فعل متعدی که در اینجا به کار رفته، تنزلو، اشاره به این میکند که فرو فرستاده در آن شب فرشتگان و جبرئیل به اذن پروردگارشان فرود آیند. فرود آیند یعنی که فرو فرستاده میشوند، نه اینکه خود اونها فاعل به نزول باشند، در واقع مأمور به تطبیق با فعل نزول هستند. و این نشان می‌دهد که موضوع اراده مستقل در فرشته وجود خارجی ندارد، یعنی ملک دارای اراده در تقدیر نیست که بتواند که فرو بیاید و بعد می‌بینیم که چه کاری رو بایستی که این فرشته انجام بدهد، اگر انجام بدهد، که به هیچ وجه با ناموس قرآن تطبیق نمی کند. یعنی اگر فرشته دارای اراده باشد، در واقع دارای قدر می شود، یعنی فرشته مقدور می شود، نوعی از هستی می شود که دارای قدر می شود، دارای اندازه می شود، دارای توان می شود، دارای محدودیت می شود، دارای شکل می شود، دارای مرتبه حیات می شود، دارای خاصیت و ماهیت می شود. و فرشته هیچ کدام اینها نیست. ما از خاصیت فرشته با اطلاع نیستیم، از ماهیت او با اطلاع نیستیم، نه در بعد استعداد، نه در بعد تعقل. در حالی که اگر فرشته دارای مخلوقیت و دارای انسجام بود و دارای اسم بود، دارای هویت و دارای خاصیت بود، ما می بایستی فرشته رو بشناسیم. چرا؟ ما عالم به کل اسماء هستیم، یا خدا دروغگو می شد یا فرشته. بنابراین وقتی که خدا در سوره بقره می فرماید که ما به انسان علم کل اسماء رو آموختیم، چنین انسانی که علم کل اسماء رو دارد نمیتواند که اگر چیزی دارای اسم است او رو نشناسد، و باید حتما قادر باشد که او رو شناسایی بکند. و میبینیم که انسان نمیتواند فرشته رو شناسایی بکند. هیچ انسانی در طول تاریخ خلقت بشر تا امروز نتوانسته که ماهیت فرشته و معلوم کردن فرشته رو برای ما بیان بکنه، و هیچ کسی نبوده که عالم باشه به علم فرشته.
بنابراین فرشته نمیتواند که جزئی باشد از عالم مسما، از عالمی که دارای اسم است. چون به محض اینکه انسان بگوید که این عالم عالم فرشته، همین عالمی است که ما علم به او داریم، اسم داره فرشته. اگر اسم پیدا بکنه ما باید او رو بشناسیم. چرا؟ برای اینکه در قرآن میگوید که ما علم کل اسماء رو به انسان آموختیم. و ما معمولا چون که قرآن رو سرسری میگیریم یا به سرعت میخوانیم، در تنفس دوستی میگفت که در بین برنامه اعلام بکنید که ای کسانی که قرآن رو در ماه رمضان ختم میکنید که به ثواب برسید. اولا ختم کردن حرف درستی نیست. قرآن رو یعنی چطور ختم میکنید؟ یعنی به پایان میرسید بعد باطل میشه قرآن، یا اینکه قرائت قرآن رو تمام میکنید؟ این چه الفاظی است که ما به کار میبریم؟ و بعد وقتی قرآن رو ختم کردید، در پایانی که قرآن رو ختم میکنید و در آغازی که هنوز قرآن رو ختم نکردید، چه تفاوتی بین شماست در زمان شروع یا در زمان پایان قرآن؟ دروغ نگویید ها، راست بگویید. ای کسانی که قرآن رو با این سرعت در 30 روز ماه رمضان تمام میکنید و یک بار از اول تا آخر قرآن رو میخوانید، به ما ایمیل کنید، به ما تلفن کنید، نتیجه تجربیات خودتون رو و تغییرات و تحولاتی که در شما انجام شده با ما در میان بگذارید که ما هم بیاموزیم و ما هم مثل شما عمل بکنیم. این سرعتی که شما اگر تو خیابان این سرعت رو برید، افسر راهنمایی میگیره شما رو و این سرعت خیلی بیش از حدی داشته باشید، هم اتومبیلتون رو توقیف میکنه، هم خودتون رو به زندان میبره. تا یه اندازه جریمه میده، بعد از اون اگه تندتر رفته باشین خطرناک میشید. کسانی که سرعت بیش از حد در خواندن قرآن دارند، در واقع فقط تیکت راهنمایی رانندگی نمیگیرند. اینها کسانی هستند که هم اتومبیل هاشون باید ایمپاوند بشه، هم خودشون باید به زندان برن. چرا؟ چون معلم بد هستید، دیگران رو گمراه میکنید، فهم قرآن رو احاله به محال میکنید و به مردم تقلب و خدعه می آموزید. می گویید قرآن رو در ماه مبارک رمضان از اول تا آخرش رو تون تون بخوانید، می روید به بهشت، چنین می شوید، چنان می شوید. هیچ کدام از اینها اتفاق نمی افتد. هرچه می گویید دروغ می گویید. خودتان می دانید که دروغ می گویید. اگر دروغ نمی گویید، بگویید که چه اتفاقی برای شما می افتد، چه تغییری در شما می کند از این تندخوانی ها. چطور است که دیگران که 70 سال در این کار زحمت کشیدند و اتومبیل اونها در مقابل شما هواپیما و موشک و جت است و یک ماه ماه مبارک رمضان میگردد در یکی از آیات قرآن گرفتار میشوند و دست و پا میزنند؟ از کجا این همه سواد و استعداد رو به دست آوردید که این طور بی محابا سرعت میگیرید و پرواز میکنید؟ بکنید هرچه میخواهید برای خودتان، به دیگران دروغ نگویید، بدآموزی نکنید. بدآموزی در مورد دین نسبت به دیگران، حق الناس و حق الله توأمان است. در آیه شماره 31 در سوره دوم قرآن، و علم آدم الاسماء کلها، و تعلیم داد. خدا معلم است، شاگرد متعلم است، شاگرد است دیگه، آدم شاگرد است. چه چیزی رو تعلیم میدهد؟ علم چیست؟ کل اسما. کل اسما یعنی کل هستی، کل هستی که وارد مرحله مقدور شده، یعنی دارای قدر شده، دارای ماهیت شده، دارای خاصیت شده، دارای مرتبه شده، اسم پذیرفته، مشخصات پذیرفته، هویت گرفته، شناسنامه گرفته، بنابراین اسم پیدا کرده. قرآن میگوید هستی وقتی به این مرحله میرسه،
از عدم پا به هستی میگذاره و دارای قدر میشه و مقدور یک تقدیری قرار میگیره، موجود میشه، هستی پیدا میکنه، در این حالت اسم پیدا میکنه. این میشه فرض بفرمایید که گندم، اون میشه جو، اون اسم پیدا میکنه به مناسبت ماهیتی که با پوشیدن لباس هستی پیدا کرده بعد از این که به اون امر شده که باش و بودن رو پذیرفته. اسم یعنی این. و علم آدم الاسماء کلها، و این خدا به عنوان معلم به این متعلم، به این انسان تعلیم داد چه علمی رو؟ علم اسماء رو، علم چیزها رو، علم هستی رو. چقدرش رو نشون داد؟ چقدرش رو یاد داد؟ چقدرش رو گفت فردا یاد میدم؟ وقتی که دیپلم گرفتی یاد میدم؟ وقتی بزرگ شدی یاد میدم؟ چقدرش رو الان یاد داد؟ چقدرش رو فردا یاد میده؟ و علم آدم الاسماء کلها، کل یعنی هیچ چیزی در دایره هستی وجود نداره که دارای اسم باشه و دارای ماهیت هستی باشه و دارای خاصیت هستی باشه و انسان در بعد استعداد علم به اون نداشته باشه. خارج از این دایره کلیت هیچ هستی وجود نداره که ما اسم اون هستی رو، علم به اون هستی رو در محفظه استعداد و ظرفیت خودمون نداشته باشیم. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم، وقتی که به انسان یاد داد این رو، به همین فرشته هایی که الان برمیگردیم به این طرف قرآن، عرضه کرد اینها رو، در مقابلش فرشته ها قرار داد. ثم عرضهم علی الملائکه، اینها رو گذاشت جلوی فرشته ها، ملائکه ها، ملائکه فرشتگان، ملک ها. فقال انبئونی، به فرشته ها گفت، گفت خبر بدهید به اسما، به اسم چیزها، به شناسایی هستی، ها اولای ان کنتم صادقون، اگر هر کدام از شما صدق و صداقت در گفتارش داره. به کی میگه؟ به فرشته ها. کی؟ خدا. به بیان دیگه خدا به فرشته ها میگوید که شما اصلا شعور و معرفت تشخیص اسم رو ندارید، ندادم به شما، ظرفیت در فرشته خلق نکردم که دارای علم اسماء باشه، کار شما یک کاری دیگه است. و اونها هم جواب میدن که ما از خودمون علمی نداریم و علمی تولید نمی کنیم و تکوین نمی کنیم. علم نداریم یعنی تکوین علم نمی کنیم. ما یک اهرم هستیم، ما یک وسیله هستیم، ما از خودمون چیزی نداریم. مثل آدم، آدم از خودش چیز داره، آدم یاد میگیره و چیزها رو تجدید و ترکیب میکنه، تعقل میکنه. به بیان دیگه یعنی علمی رو که خدا به ما داده در استعداد، ما اون علم رو تجدید و تحلیل میکنیم از طریق حکمت و تعقل، تسخیر پیدا میکنیم نسبت به اون علم. و الا اگر علم به صورت علم وارد بشه، به صورت علم هم خارج بشه و ما هیچ دخل و تصرفی در اون نتوانیم بکنیم، بودن یا نبودن این علم چه تفاوتی با هم داره؟ این است که در قالب متشابهات قرآن، قرآن میگوید که این فرشته اگر هم توانی داره، علم نداره. یک کامپیوتر علم نداره ولی یک کامپیوتر توان داره. یک کامپیوتر از خودش نمیتواند که تولید علم بکند، بلکه باید مجری دستور اون علیمی باشد که عالم علیم است. این عالم علیم به انسان علم داده و اجازه تطبیق این علم رو با تعقل داده به انسان.
اما این رو به فرشته نداده، کما اینکه فرشته ها در همون آیه به خدا میگویند که ما هرچی که تو علم به ما دادی داریم. به بیان دیگه ما از خودمون نمیتوانیم که از ترکیب علوم مختلف تولید علم جدید کنیم و ما قدرت نداریم که به فعلیت در بیاوریم علم خودمون رو. ما فقط به صورت یک انرژی، به صورت یک توان، به صورت یک اهرم و به صورت یک بازو هستیم. ما اون چرا که تو میگویی انجام میدهیم. ما از خودمون دارای قدرت نیستیم، یعنی در ما تقدیر نشده قدرتی که ما بتوانیم زایش کنیم از توان خودمون، تجدید و ترکیب کنیم، تعقل کنیم در علم خودمون. ما این قدرت رو نداریم. فرشته به خدا میگوید در سوره بقره، همون فرشته در اینجا فرو فرستاده میشود، نه اینکه فرشته بتواند که خود او نزول کند، بلکه امر به نزول میشود. از اتاق فرمان به ما میگویند که باید چند دقیقه کوتاهی به تنفس بپردازیم، دستگاه ها رو تنظیم بکنند، بازگردیم با شما باشیم.